بیش از 100 سال پیش اولین انتخابات رسمی در ایران تجربه شد. هرچند اون زمان این انتخابات کاملا عمومی نبود و اقشار خاصی رو در بر می‌گرفت، اما ورود به این حیطه تجربه تاریخی ارزشمندی رو برای کشورمون به ارمغان آورد. حاصل این تجربیات برای مردم ما چی بود؟ اونا اجازه ورود به چه اموری رو پیدا کردند؟ نوسانات این مشارکت در طول تاریخ کشورمون چطور بود و از چه شیوه های انتخاباتی تا حالا بهره بردیم؟ نقاط ضعف این شیوه ها کجاست که شاید هنوزم مردم سهم کاملی از این مشارکت احساس نمی کنن؟ آیا در هیچ برهه‌ای از تاریخ کشورمون بستر لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد به وجود اومد؟ نگاهی به تاریخ انتخابات در ایران موضوع بحث این برنامه بازتابه که همچون برنامه گذشته همراهیم با دو چهره آشنا با مسائل ایران، دکتر محسن سازگارا، محقق تاریخ و علوم سیاسی، و دکتر کاویان صادق‌زاده میلانی، محقق تاریخ و از همراهان پرلطف این برنامه. خیلی خوش آمدید و ممنون. خب من قبل از که وارد بحث بشیم، در برنامه گذشته شما فرمودید که در مورد کمپانی ها مطلبی مونده که آقای میلانی فرموده بودن، میخواستید این رو بفرمایید. اول خواهش میکنم اون رو بفرمایید تا بعد وارد بحث ایران بشیم. فقط بخواستم این عرض بکنم که در انتخابات امریکا قانون دارن که شخصیت های حقیقی و حقوقی بیش از 2800 دلار فکر کنم یا 2850 دلار نمیتونن به هیچ کاندیدای کمک بکنن. اما خب غیر مستقیم پاره کمپانی ها قبلا این بود که میتونستن وقت تلویزیون بخرن، پول ندن به کاندیدا اما بدن به یه شرکت ثالثی که وقت بده مثلا آگهی بکنم کاندیدا رو. قبلا یه قانونی داشتن مطلق این رو بسته بودن. در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری امریکا این راه هم مسدود بود، ولی یک تبصره هایی بهش خورده، قانون رو تغییر دادن و یه مقداری کم درش بازتره، کمپانی ها میتونن، ولی اون هم سخت داره. بنابراین فقط میخواستم اینو عرض کنم که انتخابات در امریکا اینطور نیست که فکر بکنیم کمپانی های بزرگ چون پول زیادی دارن هر کیو بخوان صبح با تبلیغات و اینا میتونن بکننش رئیس جمهور. یک محدودیت هایی دارند که اونطوری نیست بتونن حق مردم رو زائل بکنن. ضمن این که این یه نکته هم یادمون باشه، البته به یک نظام دموکراتیک و انتخاباتی میشه ایراداتی گرفت، از قبیل همین ایراد که ممکن است که یک کمپانی این کارو بکنه، اما همیشه باید گذاشت مقایسه کرد بدیل یه نظام دموکراتیک چیه. این ضعف ها درسته، یه نکات دیگه هم علمای سیاسی دارن مثل اون مثلا پارادوکس معروف دموکراسی و یا خیلی چیزا ایرادات دیگه، یا اینکه عامه مردم مگه چجوری چه حقی دارن برن رأی بدن تو چیزای تخصصی مثلا و امثال هم. ولی مجموعه محاسن و معایب رو که شما کنار هم بگذاری نسبت به سطح و روش فعلی زندگی ما، دموکراسی شاید فانکشنال ترین و کارآمدترین نظام حکومتی است که در اداره جوامع جدید و مدرن و صنعتی هم امتحان خیلی خوبی پس داده. بسیار خیلی ممنون. جناب میلانی، میخوام برای شروع بحث یه نگاهی داشته باشیم به وضعیت انتخابات در ایران. یعنی ما اصولا چه شیوه هایی رو تجربه کردیم بعد از اینکه مشروطه اتفاق افتاد و مجلسی داشتیم، حالا یه بخشی از امور جامعه به مردم سپرده شد، چه شیوه هایی رو داشتیم؟ شیوه ریش سفیدی به نظر میاد که در یه مقطعی ممکن بوده مثلا به جامعه ما شباهت داشته باشه و استفاده شده باشه، یا بحث منتخب منتخبین مثلا در چه مقاطعی اینا مطرح بوده، و در یه زمانی هم که برخورد میکنه به اینکه شیوه انتصابی در سیستم های انتخابی مثل مثلا وجود مجلس سنایی که خب متشکل از منتخبین و منتصبین هست، یه مروری برای این تاریخچه اگر داشته باشید خوشحال میشم. بله مرسی. البته من این نکته رو عرض بکنم که پرو بحث قبلی و فرمایشات دوست عزیزم جناب سازگارا، یه نقدم از چپ رو این قضیه هست که من این رو میگم و بحث رو اینجا میکشم به بحث خودمون. نقد چپ اینه که به هر حال اصلا کلن سرمایه‌داری و دموکراسی با هم دیگه همخوانی اصلا نداره
من در حرفشم اینه که در سیستم دموکراسی همونجوری فرمودن هر سر یک رأی داره. و این در سیستمی که شما سرمایه‌داری داشته باشید، این نقد چپ البته، اون کسی که قدرت داره و پول داره و سرمایه داره در نهایت میتونه بیشتر از یک رأی تهیه کنه، به خاطر اینکه میتونه با حمایت از کاندید خصوصی اون رو بچرخونه. البته این نقدی است که چپ انجام میده، نقد درستی هم از تا حدی. و در مورد انتخابات آمریکا برای نمونه عرض بکنم که به هر حال این مسئله هست، ولی در کشورهای مثل ایران که دولت انحصار داره روی بزرگترین سرمایه که نفت هستش و دولت به اصطلاح رانتیر داره و تعیین کننده به اصطلاح رانت و مخارج مردم هست و اینا، میتونه دولت میتونه با کمک اون منابع سرشار نفتی انتخابات که هیچی اصلا دولت رو قدرت رو کلن در دست داشته باشه. و اشکالات بزرگی هم که در ما داریم اینه که امیدوارم که بینندگان اشتباه نکنن که فرضاً فکر کنن کاوین داره از با دفاع از یه سیستم مثلا چپ داره دفاع میکنه از مثلا دولت ایرانی از سیستم های استبدادی. نه، ولی نکته در اینجاست که اگر که داریم نقد از بر دولت آمریکا انجام میدیم و انتخابات آمریکا انجام میدیم، نقد جنبه نظری و تئوری داره و خب بحث باید باز بشه دیگه. ولی دولت های مثل ایران و کشور استبدادی معمولا از این بحث های نظری سوء استفاده میکنن و در نهایت اینکه میگن خب پس ببینید اینا میگن که آمریکا مثلا بده، پس بنابراین ما سیستم همین که هست، همه اشکال داره، ما هم اشکال داریم. اینجوری نیست، اشکالات به درجات و عرض کنم که یه طیف از اشکالات ممکنه باشه، ولی خب به حال کم رنگ‌تر و قابل به اصطلاح نقد بودن سیستم آمریکا برام هست، یعنی رو کارش میشه. ولی در مورد پولی دارم که خرج میشه، همونجوری که فرمودن دیوان عالی کشور آمریکا که سوپریم کورت هستش، یه قانون گذروند که به شرکت‌های به اصطلاح مجازی و اونایی که واقعا حضور حقوقی مشخص ندارن اجازه دادن که به هر حال اینا تا حد زیادی پول خرج بکنن و عرض کنم که مثلا پراسپریتی یو اس ای اونا هستن و اینا به هر جهت پولم خرج میکنن و هویت اینکه پشت پرده اینا دقیقاً کی هستن مثلا همیشه مشخص نباشه. و این در ایران، حالا من آماده سوال نبودم ولی چون سوال فرمودید من حتی میخوام بگم که پیشینه دموکراسی در ایران به قبل از مشروطه هم میذاره برمیگرده، بخاطر اینکه برای بار اول شاید اولین کنترل مدرن و معاصر در دوره ناصرالدین شاه پیش اومد که عرض کنم که همزمان تقریبا با موقعی بود که مستشار دوله کتاب یک کلمه رو نوشته بود، در همون دوران عرض کنم که مشیر دوله سعی کرد که با حضور یک شپ کابینه ای در برابر ناصرالدین شاه یک مقدار قدرت شاه رو چیکار کنه، کم بکنه. و چند سال هم این جریان ادامه داشت ولی به هر حال سیستم موفق و درستی نبود. ولی به هر حال بعد گفت که روشن فکران ایرانی از همون موقع در فکر این بودن که این سیستم و سیستم استبدادی و سیستم به اصطلاح پادشاهی که درش یک نفر تصمیم گیرنده باشه اصلا سیستم مناسب و درستی نیست و این روندها ادامه داشت تا برسیم به دوره مشروطیت. و می‌بینید در دوره مشروطیت فرضاً علمای بزرگی مثل آقای طباطبایی فرضاً یا آقای عرض کنم که بهبهانی تا حدی، حالا نه به اون جدیت و به اون روشنی، و نیروهای سکولار و طبعا غیر دینی، اینا تونستن که یک چیز رو عرضه بکنن و مسئله انتخابات و مسئله دموکراسی و اینا مسئله مشروطیت مطرح شد و به پیش رفت. ولی مشروطه در ایران به اون صورت همونجور شما فرمودید با ایدئال‌های همراه نبوده، همونجور که جناب سازگار فرمودن در برنامه قبلی. در آمریکا هم تا 1920 زنان در آمریکا حق رأی نداشتن یا اصلا و ابدا مثلا سیاه تا 1870 در آمریکا حق رأی نداشتن. و بنابراین به هر دموکراسی میشه ایرادی وارد کرد، ولی دموکراسی رو من تعریفی که ازش دوست دارم و میپذیرم و برام جالبه، تعریفی هست که دریده انجام میده و میگه که دموکراسی همیشه در حال شدنه. یعنی هیچ وقت شما دموکراسی نداری که بگه این دموکراسی در این چارچوبه، همیشه در حال اینه که تکوین پیدا کنه و بهتر بشه و کاملتر بشه. و در مورد ایران هم امیدواریم که بر همینجوری باشه، یعنی به هر سیستمی که در ایران داره پیاده میشه شده اینا همیشه در رو به تکوین و بهبود و بهتر شدن باشه و در جهت منافع مردم و بهبود وضع مردم همیشه کار بکنه.
جناب سازگارا، این رشد رو توی تاریخ انتخابات ایران میشه دید؟ یعنی ما میتونیم همینطور که الان مثال زدن اینکه از قشری بودن ما گروه های مختلف حق رأی داشتن، یا به تعبیر مثل همین که ریش سفیدی بود، یعنی یه عده‌ای از صنف خاصی حق داشتن، بعد از اون یه مدتی آزادتر شد، مردان به طور عمومی آمدن، بعد از این مدتی زنان هم به این مجموعه اضافه شدن. ظاهرا داریم رشد میکنیم، اما این رشد همراه با مشارکت واقعی مردم در انتخابات بود یا نبود؟ اون چی که میگید در واقع اومدن زنا در میدون یا رفتن به سمت هر سر یک رأی از انحصار اقشار خاص در بیاد و اینها به تدریج در جامعه ما هم چهره نشون داده و البته اعتبار و کردیتش هم باید بیشتر به جامعه جهانی داد، یعنی فقط ما هم خیلی کاری نکردیم، این روندی بوده که در همه دنیا بوده، به ما هم سرایت کرده و فهمیده های ما، گروه های مرجعمون، روشنفکرانمون، غیرو، همگی آروم آروم گردن گذاشتن. اتفاقا داستان زنا که میگید خیلی درس آموزه. در سال 1342 یکی از اختلافات آقای خمینی با شاه سر حق رأی زنا بود و نه آقای خمینی، همه مراجع مشکل داشتن که طبق شرع انبر زنا نمیشه رأی بدن، این چه حرفیه، مگه مردا آزادن حالا که زنا بشن، از این حرفا. اما شما میبینید 15 سال بعد وقتی انقلاب اسلامی اتفاق میفته، نه آقای خمینی بلکه حتی عقب افتاده ترین مراجع هم هیچ کس دیگه جرأت نمیکنه بگه زنا حق رأی ندارن. تو این 15 سال این همش هم تحول آقایون و علما نبوده، این تحول جامعه جهانی بوده، به جامعه ما هم سرایت کرده، زنا هم الحق فضا که پیدا کردن اومدن تو میدون دیگه، تا زنهای خود آیت الله هم حاضر نبودن تمکین کنن که حق رأی ندارن. و بنابراین شما میبینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی کسی جرأت نمیکنه دیگه روی این یه بندی که زنها باید رأی بدن و رأی بیان در انتخابات شرکت کنن مناقشه کنه، اگرچه در مثلا تصدی پست ریاست جمهوری روی زنها انگوش گذاشتن و حق ندارن رأی انتخاب بشن. یعنی هنوز از جامعه جهانی فاصله داره یک چیزه. ولی به هر حال در یک نگرش کلان به جامعه ما، بله جامعه ما حرکت کرده، رشد کرده و پا به پای تحولاتی که در دنیا اتفاق افتاده جامعه ما هم متحول شده و خواستهاش ارتقا پیدا کرده، فهمش از دموکراسی و دموکراسی های مدرن بهتر شده. ولی با حرف برنامه قبلتون یه کمی من متوجه نمیشم، شما الان میگید داره این رشد صورت میگیره، وقتی این رشد هم داره صورت میگیره یعنی آزادی ها باید گسترش پیدا بکنه، یعنی باید حق دخالت مردم بیشتر بشه، اما خودتون گفتید با آمدن رضا شاه ایشون گفتش که در مجلس رو ببندید، یعنی این از یه طرف داره این رشد میکنه، از یه طرفی هم سیستم داره این شکلی عمل میکنه. ما در اوج قضیه که شاید اصلا چاله بعدی رو برای ما ایجاد کرد بحث تک حزبی شدن بود، یعنی وقتی تک حزبی است خیلی سیستم دیگه آرا و بازم مثل همینه که بین آدمای محدودی شما میتونید انتخاب بکنید، ولی این چالش ها رو ما داشتیم در تاریخ. دقیقاً هنوزم داریم. ببینید به قول معروف که سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران، از آقای دکتر کتکنی میگه حتی به روزگاران. استبداد در پایین ترین لایه های زندگی روزمره ما فرهنگ استبدادی حضور داره و باستولید چه استبداد، همین زبان فارسی شیرینی که من و شما داریم بهش تکلم میکنیم، متفکرینی مثل آقای آشوری نشون میدن که از موانع مدرنیته است. همین زبان ما که به قول ویتکنشتاین همان زندگی است، فرهنگی پشتش نشسته، بسیار شیرینه، بسیار شیواست، بسیار ظرفیت ها داره، ولی زبان فارسی خودش حامل یک سری از آداب و رسوم استبدادیه به عنوان یک بخش مهم فرهنگ ما. دین موجود جامعه ما، دین شیعه اثناعشری حاکم بر جامعه ما عناصر قوی داره که با سلطه استبداد میکنه. روابط و سنت، فقط هم دین نیست، روابط و سنت های جامعه ما، روابط سنتی زن و مرد در جامعه ما، پدر و فرزند در جامعه ما، معلم و دانش آموز در جامعه ما، استبداد در این پایین ترین رفتارهای جامعه بازتولید میشه. بنابراین این توقع رو نداشته باشیم که یک شبه بره. عرض من برای این بود
فهم جامعه ما از دموکراسی‌های مدرن رشد کرده. یعنی الان یه جوان جامعه ما گاهی هم یه جوان ساده دانشجوی معمولی از فهمش از دموکراسی که حرف میزنید شما میبینید گاهی بسیار بسیار بهتر، پیشرفته تر و عمیق تر از روشنفکرهای مشروطه داره حرف میزنه. اینا مال حرکت جامعه ماست، ولی نظام جمهوری اسلامی مشکل داره الان، منهای اون بخشش که بحران ناکارآمدی دارن، بحران اداره جامعه دارن، یک بخشش هم مال این نیست که چیزهایی رو میگن، حرفهایی رو میزنن، تئوریهایی رو مطرح میکنن که با فهم اون عموم مردم اختلاف داره. به زبان دیگه مردم ما حرکت کردن، رفتن با همه اون مشکلاتی که دارن، باز تولید شدن استبداد در پایین ترین لایه های روابط اجتماعی، ولی مزالک حرکت کردن. حالا یه حکومتی داریم که به اندازه این حرکت مردم حرکت نکرده، عقب از مردم به زبان دیگه. به همین دلیل این مردم با این حکومت مشکل پیدا میکنن، پایهاشو میگیرن، تکون میدن، به خصوص طبقات شهری ما، طبقه متوسط ما، حتی طبقات کارگری و فقیر ما، فرودست ما، فهمشون، درکشون تضاد پیدا کرده با این حکومت. من گاهی میگم شاید یکی از مهمترین تضادهای جامعه ما تضاد علم و جهلیه که بین علم یه ملتی که درس خونده، فهمیده، درک از دنیا پیدا کرده در یه براتبی، با یه حکومتی که جاهله، وایساده عقب و میخواد ببرش برگردنش به قرون وسطا. این تضادها باعث میشه که مشکل پیدا بشه و این همونی هم هست که تکون میخوره. جامعه ما خیلی تغییرات کرده. من یه مثال خیلی خیلی دم دستی به شما میگم. در جنبش سبز یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر ما اتفاق افتاد. برای نخستین بار میلیون ها نفر اومدن توی خیابون بدون اینکه روحانیت دعوت کرده باشه و یا تکلیف شرعی احساس کرده باشن اومده باشن. بر اساس مطالبه یک حق مدنی اومدن تو خیابون. رأی من کو؟ ما در تاریخ معاصر نداشتیم. مشارکت های مردم منشأش عمدتاً از به اصطلاح باورهای دینی می اومده، حد اکثر که خیلی خوب بوده از باورهای میهن پرستانه و حب وطن می اومده. اما اتفاق بزرگ نیست در جامعه ما. برای نخستین بار میلیون ها نفر میان توی خیابون بر اساس مطالبه یک حق شهروندی. مفهوم شهروندی و سیتیزنشیپ نخستین باری که داره جامعه ما بارور میشه. اتفاقا این از اون مفاهیمی است که روحانیت ما درکی نداره، مفهوم حق مداری و نه تکلیف مداری. حتی بزرگان روحانیت ما مثل مرحوم آیت الله منتظری که به هر حال فرد فرهیخته‌ای بود، با مردم هم بود، در همین جنبش سبز خودش هم میگفت، داشت از مردم یاد میگرفت. تازه حیف که ایشون زود فوت کرد. و اینکه در واقع جای تکلیف مداری رو با حق مداری شما عوض کن. مرسی. ما به خاطر اینکه وقت رو بتونیم زیر صرف جویی بکنیم از این توقف میان برنامه هم صرف نظر کردیم و میخوام بحث رو اگه اجازه بدید ادامه بدیم. من میخوام جا میلانی از شما بپرسم که اگر یه نظامی سیستمی ادعای دینی داره و ادعا داره که خب حق خیلی مشخص و واضح در کتاب آسمانیش آمده، در شیوه هایی که از طریق علما اجرا میشه آمده، اصلا چه نیازی به انتخابات هست؟ والا بحث جالبی و مفصلی است، ولی من فقط در تایید فرمایشات دوستم جناب سازگارا عرض بکنم که این مسئله که در جمهوری اسلامی می‌کنن درست، جمهوری اسلامی به هر حال اولین شاید بعد از حرکت جبهه ملی در دوران مصدق شاید اولین حرکت مردمی باشه که واقعا بدون رهبری روحانیت پیش میاد و جلو میاد. و حتی مثلا نهضت تنباکو مثلا نمونه دیگه شه که فرهنگ برجا تا رهبریت روحانیت و شیعه پشت سرش نبود، این جان افتاد و قوی نشد و موفق نبود و همینطور هم جریان دیگه سیاسی. ولی به هر حال از لحاظ وضعیت کنونی ما باید دقت داشته باشیم که باورهای دینی جایگاه خودشون دارن، ولی جایی در تعیین تکلیف برای مردم و حکومت و زمامداری ندارن. درسته دین من یا بیدینی من یا هر به اصطلاح گرایش روحانی و عرض کنم که عرفانی من شخصا نباید تعیین تکلیف برای بقیه جامعه بکنه. این خیلی واضح و مشخصه و اون چیزی که من در پندار خودم به عنوان حق میپرستم و دوست دارم و بهش معتقد هستم یا نیستم یا هر چی،
اون بهجت برای شما و برای آقای سازگارا نباید تعیین تکلیف بکنه بهتر هیچ شرایطی، و از همه چیزها در به اصطلاح وضع کنونی ایران و آینده ایران مهمتر همینه که هیچ گروه و طیفی نتونه عقاید دینی و مرامی خودش رو به بقیه دیکته بکنه، و این یکی از مسائل خیلی مهمه و باید قدرت دینی باید به هر جهت مهار بشه، این حرفی درش نیست. همونجوری ما با قدرت استبدادی رو باید مهار بکنیم، عرض کنم که قدرت هایی رو که میخوان سرکوب کنن رو باید مردم بتونن محدود بکنن، قدرت هایی که با این آرمانگرایی دینی وارد بازار میشن و میخوان که عقاید خودشون رو به بقیه دیکته بکنن، به هر جهت باید توسط فرآیندهای دموکراتیک که جا افتاده باشه اینا کنترل بشه. و جوش گذاشت من بحث رو میخوام به ایشون واگذار کنم، چون ایشون مطمئنن روی قضیه کار کردن و روشون عرض کنم که حالا اجتهاد علمی بیشتر از من دارن، ولی خیلی مایلم که به اصطلاح آنالیز شما رو در این مورد بشنوم. اختیار دارین، کاملا من موافقم. ببینید من کاملا با این دو اصل لایسیته موافقم، این لغت فرانسوی که از فرانسوی ها در مد حکومت های لایک، این دو اصلی که یعنی بی‌طرفی حکومت نسبت به دین و عقیده و ایمان مردم، و دومم این که پایگاه قدرت حکومت از دل نهاد دین در نیاد و روی رأی مردم باشه. این دو اصل اگر در یه حکومتی باشه اسمش میاد حکومت لایک در واقع، و به نظر من دو تا اصل بسیار درست. بشریت زحمت کشید به اینجا رسید، در یه دوره قدرت تابع کلیسا بود در غرب، در یه دوره بعد از پروتستانتیسم کلیسا تابع قدرت شد، در هر دو حال دیدن که خب این مشکل زاست، لذا سعی کردن از هم جداشون کنن. بنابراین حکومت این دو شرط رو باید داشته باشه، قدرت خودش رو از دل نهاد دین یا هر نهاد دیگه نگیره، فقط از رأی مردم بگیره، دوم این که نسبت به دین و ایمان و عقیده مردم بی‌طرف باشه. ولی در عمل آیا این اتفاق حتما میفته؟ در عمل مراقبت میخواد. چرا؟ ببینید بشر یه موجود ذو ابعادیه، وقتی انسان‌ها جامعه درست میکنن به دلیل ساختارشون نیازهاشون دین دارن، یه عده‌ای بنابراین نهادها درست میکنن، علم تولید میکنن بنابراین نهادهای علمی درست میکنن، دانشگاه، مجله، تحقیقات، هنر دوست دارن، نهادهای هنری درست میکنن. اینا همه در جامعه فانکشنالن و اینا همه با همدیگه اینترریلیشن دارن، رابطه دارن، روی همدیگه تأثیر میگذارن. نهاد قدرت هم یکی از نیازهای بشره، نهاد ثروت هم هست، بشر تولید اقتصادی میکنه. اینا اینطور نیست که شما در جامعه فکر کنی هیچ کدوم به هیچ کدوم کاری نداشته باشه، درست برعکس، اینا به هم کار دارن، رابطه میگیرن، ارتباط میگیرن، تأثیر میگذارن. اما هنر این است، شما مگه فکر میکنید حالا نهاد دین فهمیدیم که نباید به قدرت کار داشته باشه یا قدرت از دل اون در بیاد، اما شما فکر کنید اگه نهاد علم هم رهاش بکنین، دانشگاه رو آستین سر خودش بکنین، بعد از این مدتی دانشگاه دلش میخواد قدرت رو تعیین کنه. اصلا اینطور نیست که فکر کنید اونا یا هنرمندا یا غیره. هنر اداره حفظ حاکمیت مردم این است که در عمل اجتماعی این نهادها با هم دیگه کار میکنن، رو هم تأثیر میذارن، تأثیر میگیرن، نهاد قدرت از نهاد دین، نهاد دین از نهاد علم، نهاد علم از هنر، هنر از این یکی. ولی قانونهای اساسی، نهادهای به اصطلاح قوانین مناسب کمک میکنه که نتونن انحصار کنن، نتونن روی هم دیگه تأثیر بذارن، و ساختارهای اجتماعی مناسب و ساختارهایی که حتی المقدور باز برگردونه به مردم. تو دانشگاه هم یه کاری بکنید که در گروه مثلا اساتید با همدیگه رئیس گروه انتخاب کنن، در هر حوزه‌ای مالکیت‌ها منتقل شه، در هنر همینجور، کلیساها، مساجد، معبدها، اینها حتی المقدور انتخابی باشن. ببینید این مکانیزم هاست که بشر به تدریج هم پیداش میکنه. اصلا من مثل آقای فوکویاما نمیخوام بگم این پایان تاریخه، دیگه بهترین روش پیدا شد، نه همچین حتمیتی نیست، شاید 700 سال بعد، نه من هستم، نه شما، نه ایشون، هیچ کدوم، شاید ساختمان زندگی بشر، سطح تولیدش، ابزارهایی که داره شکل دیگه ای باشه اصلا، و چیزای دیگه ای فانکشنال شه. ولی فعلا با جامعه فعلی، انقلاب بعد از انقلاب صنعتی، الان انقلاب الکترونیکی و غیره، کماکان دموکراسی بهترین شیوه حکومتیه،
با همه معایبی هم که ممکنه کسی بهش بگیره، همه ایراداتی که ممکنه پیش بیاد، و راههایی هم که بشر پیدا کرده راه خوبی است، به شرطی که این چراغ عقل رو روشن نگه داره. سپاسگزارم، خیلی ممنون از اینکه لطف کردید تشریف آوردید در برنامه ما. بحث انتخابات ما همچنان ادامه داره، با میهمانان دیگری در خدمتتون خواهیم بود، ولی امروز رو به پایان میرسونیم و از همه شما خداحافظی میکنیم.